بعضی بیشعورن، هنو فرق عراق و صدام رو نمیفهمن. آقا جون، فرمانده هشت و شعبی عراق، فرمانده سپاه بدر عراق، آقای آمری و آقای ابو مهدی مهندس، اینا تو ایران با ایران با عراقی ها جنگیدن، با بعضی ها جنگیدن. عراقی طرف بعد اومده خوزستان داره کمک میکنه، یه دی دردشون گرفته. نه، مشکوک، خدا شاهده. زمانی که هشت و شعبی اومد توی سیل خوزستان کمک کرد و سیل لرستان، دقت کنید، طرفدارای مقتدی الصدر شروع کردن توییت زدن، شروع کردن مطلب نوشتن، جنگ رسانه‌ای را انداختن تو شبکه‌هاشون، گفتن که ما الاماره خودمون سیل اومده، این هشت و شعبی وطن فروش رفته ایران. بعد دقیقاً حروم لقمه های رسانه‌ای اونا این طرف، اونا به زبان عربی میگفتن، اینا به زبان فارسی. طرف چی میگفتن؟ اینا برای چه کشور دیگه بلند شدن اومدن اینجا؟ قانون اساسی ما گفته شما، ما اجازه زدن پایگاه نظامی نمیدیم. حتی قانون رو نماینده مجلس ما نخونده. اون میخواد بر ما قانون گذار باشه؟ اصلا تو میدونی اصلا اساسا او با همون یونیفرم نظامی وقتی بلند میشه میاد تو ایران چه پیامی داره برای اسرائیل؟ میگه این برای سیل ما اومده کمک. فکر حمله نکنید عربستان، فکر حمله نکنید، من با تو مرز ندارم. هشت شبی که با تو مرز داره، چرا نمیفهمن یه ده از اینا؟ این چه پیامی بود برای عربستان؟ که برو عقب، برو پی کارت. چون اونا میدونی چی میگن؟ اونا میگن ما اگه به ایران حمله بکنیم، ایران مرز زمینی با ما نداره، مرز دریایی هم باید الله 50 تا ناو رد شه، ناو فرانسوی، انگلیسی، آمریکایی. میمونه مرز هوایی. ایران هواپیماش قدیمی هن، ما هواپیمامون جدید هن. میمونه موشک. چرا این همه داره موشک میخره؟ چرا این همه داره پدافند موشکی میخره؟ انواع اقسام پدافند موشکی رو داره میخره، از مدل شرقیش تا مدل غربیش. او داره خودش برای یه روزی آماده میکنه. توی اینجا تو بخوای برای او کری بخونی چی باید بگی؟ بگی مرز زمینی رو اشتباه کردی، گذاشتی کنار. کسی که برای سیل من میاد، برای جنگ من حتما میاد. اینا پیام داره. بعد یه آدم واقعا بیمار و مشکوک یوی میان اینجا، اینا دارن با امنیت من و شما بازی میکنن. تو رو قرآن به همینا بشناسی دشمنتونو کیان. به اینا یا اینا احمقن، یا مش گوسفند و نفهمن، یه نفری گرگی داره به اینا، روباهی داره به اینا خط میده، یا خودشون همون گرگن، پول میگیرن، تابعیت میگیرن اونور. من قشنگ پیام حضور هشت شبی اینه، بابا طرف فارسی داره حرف میزنه. اون میدونه یعنی چی؟ چرا فهم کن ترامپ گفت اگر ما نمی بودیم الان مسئولین عربستان یه هفته بعد فارسی حرف می زدن؟ اینا رو فهم داری؟ اصلا من لازم نیست شما مسلمون باشی، شیعه باشی، امروز انقلابی باشی، بسیجی باشی، چفیه بندازی، هیچ کدوم اینا لازمی. ایران تو دوست داشته باش، اصلا ایران هم دوست نداشته باش، زن و بچت ناموس تو این خطه دارن زندگی میکنن، نگران اونا باش. نه ول کن، جون خودت رو دوست داشته باش.